آقایت، ابتدا درباره همین 10 سایت موشکی که در در سوریه متعلق به جمهوری اسلامی و اسرائیل اطلاعات اون رو افشا کرده به ما کمی توضیح بدید. خب این ارسالات آقای بنی گانتس در پی اون حملات اخیر اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در دمشق و حلب بیان شده. آقای گانتس میگه که جمهوری اسلامی پایگاه نظامی سوریه رو تبدیل کرده به کارخانه های ساخت موشک و این موشک های نقطه زن رو در واقع در اختیار نیروهای پروکسی خودش در سوریه و در اختیار حزب الله قرار میده. به 10 پایگاه نظامی در سوریه مشخصا اشاره میکنه که عمدتا این پایگاه نظامی در نزدیکی دمشق، حما، حلب و حمص واقع هستن، ولی به طور خیلی مشخص‌تر داره اشاره میکنه به پایگاه نظامی مستیاف در استان حما که به گفته او در واقع جمهوری اسلامی اومده مرکز تحقیقات صنایع دفاعی سوریه رو حالا موسوم به سرس رو تبدیل کرده به کارخانه تولید سلاح و تسلیحات. من فکر میکنم آقای بنی گانتس یک خبر خیلی در واقع جدید و تازه رو داره در واقع بهش اشاره نمیکنه، ولی اون تازگی مطلب در واقع این هستش که به طور مشخص داره به یک سری پایگاه نظامی اشاره میکنه که این مسئله تهدید جمهوری اسلامی در سوریه به مراتب جدیدتر شده، چون خود سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 6 سال پیش در نوامبر 2016 اعلام کرد، علنا صراحتا گفت که جمهوری اسلامی در حلب صنعت تولید و ساخت موشک راه اندازی کرده و این موشک ها در جنگ 23 روزه در سال 2006 علیه اسرائیل استفاده شد. شرکت اطلاعاتی ایمج سات هم در سال 2018 تصاویر ماهواره‌ای از همین کارخانه‌های ساخت موشک جمهوری اسلامی در دیرزور در واقع کرده. ولی به طور کلی فکر می‌کنم که این نشون میده که جمهوری اسلامی این تهدید خودش رو در سوریه به لحاظ تولید ساخت و موشک افزایش داده و ما می‌دونیم مثلا راکت‌های کوتاه‌برد یا میان‌برد جمهوری اسلامی غالبا تو هنگرهای استفاده در اطراف مناطق مسکونی هستش، توی کسبه و عزرا و اینها، و موشک‌های دوربرد هم در حمص و حلب واقع هست. و اینکه معاون وزیر خارجه آمریکا گفته که آمریکا تمایل داره که در طرح دفاع هوایی منطقه‌ای مشارکت داشته باشه، آیا می‌تونه منجر به شکل‌گیری یک اتحاد جدیدی علیه جمهوری اسلامی بشه؟ در مقدمه اینو بدونیم که آمریکا و کشورهای منطقه دنبال ایجاد یک سازوکار یکپارچه مهار و بازدارندگی جمهوری اسلامی هستند، در حال کار کردن رو اون چیزی هستند که لوید آستین وزیر دفاع آمریکا ازش به عنوان بازدارندگی یکپارچه یاد کرده. یک مفهوم امنیتی نظامی نسبتا جدید هستش در پنتاگون که میخواد به جای هژمونی محض آمریکا توی منطقه بیاد معطوف بشه، تمرکز کنه روی مشارکت آمریکا و کشورهای منطقه برای مقابله با تهدید ایران. و این طرح دفاع هوایی منطقه هم از سال 2018 مطرح بوده در پنتاگون، ولی الان با توجه به تغییر و تحولات منطقه‌ای اهمیتش بیشتر شده. دو رکن اساسی داره، یکی به لحاظ نرم افزاری اون همکاری‌های گسترده نظامی و اطلاعاتی بین سنتکام و اسرائیل هست. الان اسرائیل ادغام شده در ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده در آمریکا، این کمک میکنه به اینکه این طرح بخواد اجرایی بشه. به لحاظ سخت افزاری هم روی تمرکز داره روی ایجاد یک سیستم هشدار اولیه پیشرفته برای مقابله با تهدیدهای پهپادی و موشک‌های جمهوری اسلامی که گفته شده اسرائیل به بحرین و امارات سیستم‌های رادارهای پیشرفته منتقل کرده. فکر میکنم که این پتانسیل داره که این اجرایی بشه، ولی به لحاظ سیاسی من فکر میکنم هنوز عربستان و امارات شاید خیلی موافق این مسئله نباشن که بخوان از طریق این مسئله افزایش تنش بکنن. به لحاظ سیاسی فکر میکنم منتظرن ببینن که آیا میشه با جمهوری اسلامی کاهش تنش کرد، روابط دیپلماتیک رو بهتر کرد. اگر مذاکرات برجام به نتیجه نرسه، اگر ما بریم دقیقا فاز افزایش تنش در منطقه و عربستان و امارات هم ناامید بشن از اینکه بخواد جمهوری اسلامی تنش رو کاهش بده، فکر میکنم این پتانسیل بیشتری پیدا میکنه که این طرح اجرایی بشه. متشکرم. حسین آقایی، پژوهشگر رابطه بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه.